اون موقعی که مرحوم آقای حاجی آقا مصطفی رحمت الله علیه فرزند ارشد رهبر بزرگوار از دنیا رفته بود، چند سال قبل اوایل انقلاب بود دیگه، مجتهد مسلم، عالی مقام، فاضل، خلاصه هنوز چهلمش نشده بود، فوت شما قم بودیم، ما چون قم هستیم، بعد ما خواستیم برویم برای کربلا، داماد رهبر بزرگوار آقای اشراقی، ایشونم مرحوم شد، فرستاد نزد من بیا، من رفتم. گفت شنیدم میخوای بری کربلا؟ گفتم بله. گفت من شنیدم امام برای آقای حاجی آقا مصطفی گریه نکرده، این همچنین دستگلی پسری مثل آقای حاجی آقا مصطفی و ایشون اصلا همه چیزش مثل این که استثنائی بود، یه همچی پسری از دست داده بازم گریه نکرده، ولی با آهنگ تو آشناس، تو میرسی خلاصه باید یه کاری بکنی امام گریه کنه، از نظر روانی هم به اصطلاح از هر جهت لازم است که حتما. به هر حال من رفتم داستان مفصله، ما یه عده از پیشانمون رفتیم کربلا و رفتیم نجف و خدا انشالله این راه باز کند و برویم نجف و کربلا، و وقتی حضورش رسیدیم پدر من زمینگیر شده دیگه، پیر مرد زمینگیره و همچنین از نزدیکانمون، اینا همه بلند شدند و به عنوان تسلیت و گریه کردن دست انداختن دست آقا رو بوسیدن، گریه میکنن، تسلیت میگن، منم گریه میکنم، شروع کردم اون چه که میخواستم از نظر حساب تسلیت روان عادی گفتم، آقا جان کجاست آقای حاج آقا مصطفی؟ این عزیز دلهای ما که هر وقت از ایران میامدیم خدمتش میرسیدیم، این فاضل دانشمند، هر چی بلد بودم گفتم گریه نکن، دیدم احتیاج به روضه امام حسین داره، گفتم آه صاحب درد را باشد اثر، شما حالا خوب رسیده اید به دل سوزان امام حسین، اون موقعی که بالین سر علی اکبر گفت علی دنیا بعدک العفا، آقا تا اسم امام حسین را بردم اون چنان این شانه ها رفت بالا و پایین، 4-5 دقیقه روزه خوندم، من دیدم اگر بیشتر از این تعقیب کنم روزه را ممکنه برا قلبش درست نباشه، من دیگه ساکت شدم، یک نفسی کشید چشمانش قرمز شده بود، خودتونم میدید چجوری تو حسینیه برای امام حسین گریه میکرد.